خونه اکثرش ده اینجا به اون شکل سابقش دوباره ترمیم و احیا شده. اول بار استقلال افغانستان از اینجا اعلان شده. از اینجا اعلان شده اولین بار استقلال افغانستان. یکی از خوراک های قدیم کوچه مرادخانی. شش کباب. شش کباب بوده که پیشتر ما براتون گفتم که ابراهیم بچه برام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. هموطنان عزیز، بیننده های گرامی، السلام علیکم. امیدوار هستم که همه تان جور صحتمند و سرحال بوده و لحظاتتان تا این دم به خوبی و خوشی سپری شده باشه. دوستای عزیز، ربیع الله میرزاد برادر شما یک بار دیگر از یک نقطه دیگر شهر کابل در خدمت شما قرار گرفتیم. امیدوار هستم که تا پایین گزارش زیبا ما را همراه باشین و امروز آمدیم به دل کابل جان، یعنی به تاریخ کابل عزیز قدیم و عدیم ما، که ببینیم این کابل عزیز ما هر گوشش یک تاریخ خود را داره. و امروز آمدیم به شهر کهن مرادخانی که با یکی از بزرگای مرادخانی همچنان اینجا هستیم و همراهشان بخیر سلام علیک را شروع میکنیم. میریم به تاریخ کهن مرادخانی عزیز و امیدوار هستم که تا پایین برنامه با ما همچنان همراه باشین. آیچه بزرگوار، سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ سر شما خوب؟ جان تان جور؟ حال و حال شما خوب است؟ سلامت باشین آیچه. در نخواست میشه برای ما و دوستا خود را یک معرفی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم محمود، تخلصم صبری، یکی از باشندگان گذر مرادخانی. آقای صاحب، محمود را با خود داریم که یکی از باشندگان گذر مرادخانی هستند. آقای صاحب، از اول بخیر شروع میکنیم، در مورد تاریخ مرادخانی بر ما بگوین، در مورد مثلان ما که در اینجا هستند، مردمان که در اینجا هستند، بیشتر شما بگوین. قدامت تاریخی مرادخانی بیشتر از 300 سال است. سرک که شما میبینین، سرک قدیم مرادخانی در این ساحت در یک تنگنای کوچکی قرار داشت، یعنی طویل کمبر بود، کم حرز بود. مامتو با پایان میرفت در او سمت، سمتی که امروز ارگ ریاست جمهوری است و مؤسسات دولتی قرار داره، به نام کوچه ازارها. بله، ازاره نی، کوچه ازارها. ازارها، بله. و این قسمت که شما میبینین این گمرک کابل بود. اینجا بالیا، اینجا یک منطقه جویک بود، کوچه تنگنا بود، اما تو پیش میرفت گمرک بود و مردم که در اونجا زندگی میکردن به نام کوچه ازارا بود. و در پولیش یک نقطه رو باید ذکر کنم، در امی گردی که پل قرار داشت، قدیمی ترین کافی یا سماوار میگن یا هتل میگن که امروز به نام هتل بچه شاغل مشهور است در برد مندهی، سابق همیجا بوده، از اینجا باز در خفیه رفته، از اینجا باز بالاخره در اینجا رفته. یعنی قدیمی ترین سماوار میگن یا هتل میگن در امیج قرار داشت که یک برنامه ما در او هم داشتیم در تلویزیون طلوع که به نام هتل بچه شاغل بود که ما در او هم معلومات دادیم. شما گفتین این قسمت را به نام چی یاد میکنم؟ یک آغاز کوچه مرادخانی است، همین سرک ادامه داشت، در این کوچه داخل میشین. زیبایی گپ دهی است که در این کوچه، در وسط از این کوچه زیارت باب الحوایج ابوالفضل العباس علیه السلام است که زیارتگاه عام و خاص مردم طی سالیان متوالی بوده و مردم به زیارت نمودن از هر گروه. یعنی کوچه را، یک کوچه را به نام کوچه پنجتن یاد میکنن. کوچه پنجتن یاد میکنن این کوچه را دوستا؟ این کوچه را به نام کوچه پنجتن یاد میکنن و در اینجا هم مردم زندگی داشتن.
و زندگی میکنن و حال هم زندگی میکنن. منطقه شکل ساختمانی یا ورطان بگیم خانه هایی که در روز بانده خانه هایی که بگی استایل میگن استایل سابقش این رقم نبوده، بسیار به شکل قدیمی بود و قدامت تا مرادخانی بسیار زیاد است. در این بازار اول کابل یا بازار قدیم کابل از اینجا آغاز شده بوده. بله بله، اولین بار استقلال افغانستان که معلوم و شما میریم یک نقطه را به نام میدانی میگن از اینجا اعلان شده. اینجا یک رادیو بوده از اینجا اعلان سابق رادیو هم در اینجا بوده. بله یعنی از تاریخ شنش نبوده، مقصد یک چیزی بوده که از اینجا اعلان شده، اعلان میشد از اینجا شده. ولی این کوچه آبشار است، کوچه آبشار میگفتن آبشار ها. یعنی بای... آب زیاد بوده او زمان چه سمیشه؟ آبشار آبشار افشار. افشار. آه بله آبشاری ها نادر آبشار که میگن نی اقوام از او زمان در امی کوچه اقوامشان اقوامشان در امی زندگی میکردن اینجا زندگی داشتن. یعنی می بازار با می تنگنایش ادامه داشتم تا فعلا کمک تغییرات آمده از نگاه ساختمانی کوچه به شکل نبوده. اینجا دوکانای بسیار بخش چقر به یک شکلی بوده که من اول نمیتونم برتون بوده بخش بوده کوچه کوچه دوکانای بسیار بخش بوده، سرک پایین بوده کوچه. با مرور زمان در اثر ترمیمات که صورت گرفته یا تزیینات که شده این را تو بالا شده بالا بالا آمده. حاجی صاحب میشه کوچه پخش بوده. این کوچه به اندازه یعنی شما ببینید اینجا معلوم میشه در دوستا تمام قصه و تاریخ اینجا را از حاجی صاحب میشنیم. ببینید که اون کوچه تا اونو قدر بوده، تا اونو قسمت کوچه پایین بوده، البته بلکه پایین تر از این بوده. بله ای به نام کوچه زیارت یاد میشه، مستقیم روبری به دروازه زیارت هم است. کوچه زیارت یاد میشه میشه که بریم به این کوچه آجی صاحب. به هر کوچه شما میتونید بیاین کم تو آرام آرام بریم دوستو عزیز و این کوچه تاریخی را بر شما با تصویر بکشیم. آجی صاحب بر ما میشه که از قدامت تاریخ این جبرما بگین که چند صد سال میگذره، یعنی در حدود چقدر؟ به تاسیس مرادخانی از زمان یفتلی ها بوده. زمان یفتلی ها؟ بله ها. و بعد هند زمان نادر افشار که به افغانستان آمد و همه چا بابایی که بیرون اینا از اون زمان اینجا هست؟ اینجا اقوام زندگی میکردن تا به امروز. زیادترش مردم های با هم خلط و با هم نزدیک بودن، یعنی اقوام بسیار نزدیک بودن که هر کوچه از خود یک ریش سفید داشته، یک کلان داشته و یک رواج تر بوده که در کوچه ها ریش سفید ها شب که سپری میکنن صبح میامدن از اقوام خود از پرسان میکردن، پرسان میکردن شو خوب بودین خیرتی بود یک خبرگیرا میدین یک به شکل یک عنانه بود دیگه. اما حال ما این فرهنگ نداریم به روزها دو برادر که دیگه خود پرسان نمیکنن وقتا اینو میجا ساکنینی که اینجا زندگی میکنن. پیشتر برتون گفتم که اینا مردمانه بودن که تقریبا از نگاه خویشاوندی بسیار با هم نزدیک بودن. بله. بچه کاکا، بچه خاله، بچه ماما به می شکل زندگی ادامه داشته. و این از خانه های قدیمی که ما و شما در اینجا می بینیم اون و اون تعمیری را مسیح پیرسکو به نام خانه تاووس یاد می کردن. به نام خانه تاووس. خانه تاووس ها یک خانه است که تقریبا تیپیک است و از مقدیم به می شکل مانده. خانه ها اکثرش ده اینجا به اون شکل سابقش دوباره ترمیم و احیا شده، یعنی دهش تغییرات نامده با مو مواد سوختی که سابق بوده، مواد تعمیراتی که در سابق بوده از مو به مو شکل استفاده کردن و در و دیوارش هم به مو شکل
جور کردن. پیشتر ما برتان گفتم که او کوچه ابشار است، یعنی کوچه ابشار اینی است که از او سر ادامه یافته از اون طرف و اینجا زمین ها خانه های مردم بوده که ولی فعلا یا نیستن یا توانمندیش ندارن که اینطور سفید مونده دیگه. یعنی کوچه با کوچه را داره این منطقه. بله این کوچه است و اگر یک چیزی به طور مشخص تر برتان بگویم این یک دری است که ما خودم در اینجا تولد شدیم. در اینجا شما بله ما این خانه بابا کلانم بوده و این اینجا دوتا چیز بوده اتاق بوده و سنان بوده به شکل سراچه میگن یا دیو دیوک میگن نه خانه نرمال بوده دیگه. دوستا عزیز فرصت باشه که بخیر بریم داخل خانه های ایجره که به چه شکل بوده بر شما به تصویر بکشیم. چقدر زیبا حکایت میکنن آی صاحب محمود بر ما و شما. اجازه از بیم آجی صاحب؟ اجازه از؟ به این شکل بوده خانه های هرچقدر که بخواین ببینین به این شکل به شکل قدیم اعمار شده و اگر دستم خورده یعنی مؤسسه دست دادش به شکل قدیمش دست داده تو نکده که ایره اعمار نو کنه یا اعمار جدید کنه به استثنای اونو خانه که دست خورده دیگه. این خانه بابا کلان ماست ما دینی محل اینجا خانه بود سر زی بازی چپه شد یک خانه اینجا بود یک خانه اینجا بود یا چپه شد ما دینی میجا تولد شدیم. بفرمایید کوچه های از این منطقه بیرون را نداره یعنی در داخل خود مرادخانی در داخل خود مرادخانی سرکی که متصل است هم سرک کوچه زیارت است که به هر کوچه را داره. اینجا شما ببینید دوستا رشاد جان بر دوستا به تصویر نشان بده کوچه های سابق را که به مشکل دوباره ساخته دوباره شده دوباره احیا شده و گرچه بعض جایش دست خورده و تغییرات آمده نسبی است اما مسیح پیروزکو هر آن چیز را که دوباره احیا کرده هم به شکل قدیمش احیا کرده و این نمایانگر فرهنگ و تاریخ و تمدن کشور از ما و پایتخت و نازنین ما و به خصوص مردم همین محل بده. ببینید دروازه ها این از اون شکل ثابت داره. ای را به نامش چی میگفتن آجی صاحب اینی خانه ها را؟ خانه های اینی چی ده؟ بله دستر چیز که بده؟ بله دستر را روی کس؟ به نام خانه های مثلا سراچه میگفتن؟ سراچه میگفتن هم اینطور یک چیزه ها. این را ببینید دروازه ها کلش شکل سابقه را داره. و این چوب هایی که در کار رفته در اینجا آجی صاحب چقدر وقت از این چوب ها خود شد؟ خب از بد بره با وجود آمدن مرادخانی گاه گاهی جایی که شکست و ریخت داشته ایره تبدیل کردن ببینید چقدر پخش است نه؟ پخش است او پیشتر کوچه ها در اوائلش به اندازه پخش بود که خود خم میگرفتی. یکی از تکایی های بسیار نامی و نشانی مرادخانی اینمی تکیه خانه است که به نام تکیه خانه بچه شاقل. شما ببینید چقدر زیبا احیا شده و چقدر زیبا ساخته شده و این هم تکیه خانه که به نام بچه شاقل مشهور است و یاد میشه. واقعا در این محل تکیه خانه ها زیاد بوده چون از نگاه وسعت یک ذره کلانتر است و اینجا خواندن میشده مرحوم آیت الله شیخ محمد امین مدرس اینجا روزای جمعه تکیه تبلیغ میکردن تکیه شروع میشد و تبلیغ میکردن و در کل چقدر خانه باشه آجی صاحب اینجا؟ اینجا 14 گذر بود در هر گذر خانه زیاد بود شاید بیشتر از 140 خانه در این منطقه بوده باشه در این مرادخانی به استثناء این شما اینجا این کلکی نوار دارین؟ بله دوستا شما میبینین کلکی نیست که گرچه دوباره احیا شده اما به شکل قدیمیش
به شکل قدیمی تازه چیز جور نشده. این هم از قدیم بوده چیست؟ ورقه ایست که برای در سابق نمتی ورقه ها وجود داشته و این کوچه خیلی پخش بود. وزیر اگذر آماده ساختن از نگاه ایست سطحش یکمک تغییر آوردن. من یادم میاد من بچه بودم که ما اینجا می نشستم آخو یک چیز بود دیگه یک دول بود به ایسا بله و اینزیم کوچه من یادم میاد که خورد بودم که اون جایش سر خود خام میکنیم تیر میشونیم اما دیگه چیزایش باید سر جایش است از زمین یک ذرا مسیره آماده ساخته برای زیکه بگذره و یک قصه بسیار جالبی بود که در قدیم که برفباری های بسیار زیاد بود این خانه ها برفباری ها زیاد بود بله برف به اندازه میشد که از سر بام خود سر برف مینداختی بی مشکل بی در کوچه میبرامدی در کوچه میبرامدی و این کوچه ها همه پر از برف بود پر از زمستان ها دیگر تنوع زمستان بود حال خو نمیدونم که ما اخلاق ما خراب شده ما عقاید ما ضعیف شده که نه برف است نه باران است نه دیگه است آجی صاحب همون وقت روغن زرد هم مزه میداد مزه میداد بله صندلی ها بود در خانه ها عموما صندلی ها بود در گرد صندلی ها در زمستان چون کار نبود میشتن میوی خشک مینداختن سر صندلی یا جلغوزه بود یا با مثلا کشمش بود یا بادام بود یا همچی چیزا منداختن کسایی که در پالمانی شناخت دارن ما کس رو داریم به نام ابراهیم بچه ششکبابی ابراهیم بچه ششکبابی که او قهرمان بود و اولین بار بیرق افغانستان در آسیا امو بلند کرد زمینجه بود زمینجه دوکان پدرش بود به نام بچه ششکبابی میگفتنش و دیگه پالوان های بسیار خوب دیگه ما هم داشتیم و هنوز هم داریم که در مسابقات چیزا اشتراک میکنیم تا نامی از اینا هم او بود که رفت در مسابقات آسیا بیرق افغانستان بلند کرد در راستای پالوانی در اینجا شعرها هم داشتیم ملک شعرها بهار بود ملک شهر را واصل بود و امسال از اینا بودن دکتران بسیار ورزیده داشتیم مثل دکتر فتای نجم که از خانواده زایشای اینا مثلا دکتر خانوادگی از اینا زمان خود بود؟ بله دکتر خانوادگی شاه بود و ما علمای بسیار برجسته داشتیم در اینجا که ما میتونیم از وجود ایشان در مو عصر آیت الله فقید آقای وجد در میجد بدرک شده بودن نهضت بود بینش بود و دانشمندان زیادی ما در اینجا از نگاه شریعت داشتیم از نگاه طبابت داشتیم و اولین بار بله اولین بار مکتب در مرادخانی در کابل اولین مکتب کابل مرادخانی امیجا ارز اندام کرد و از امیجا مردم درس خوندن و آمدیم سر دوکانای آهنگری هم از خدامت بسیار تاریخی برخوردار است و یک چیز ما و شما سرش گذاشتیم که زرگری زرگری هم در اینجا بسیار مروج بود در اینجا بود و در اینجا دوکانایش هنوز هست اونجا میریم پس میریم اول بار استقلال افغانستان از امیجا اعلان شده از امیجا اعلان شده اولین بار استقلال افغانستان یا هم کوچه میدانیست شما ببینین دوستا؟ بله بسیار خدامت تاریخی داره و بسیار قشنگ است یعنی در اون زمان در افغانستان ساخته شده بود این دروازه بله بله واقعا هنر بالایی داشت بله هنر بالایی داشت ما هم یعنی در واسه پیروسکو کسایی را داریم که این میاره فرا میگیرن درس میگیرن و حکاکی میگن برش حکاکی میگن بله برای آینده میخواین که آماده بسازن ما داریم دروازه هایی که نو جور شده اما به شکل
قدیمیش و سبک قدیمیش ها. این دروازه کلانه بوده که بسته میکردن. خب در زمان شب که میشد بسته میشد. بسته میشد بله. در زمانی که مملکت بی ثباتی داشته، بی وزنی داشته، باز اینا اینا را خاک ریز میکردن پیش سرش. مردم ها مواد غذایی و خواربار خود تهیه میکردن از دروازه را که احساس خطر میکردن. فرض کنیم زمانی با چی سخاو این دروازه باز چیز میشد، خاک ریز میشد، از پیشش خاک میخونه کسی داخل دم من کوچه شد، کسی داخل آمده من منطقه شده نتان. و این طرف هم کدام مکتب هست فکر کنم مجیسه؟ گفتم اتان که اون مکتب سابق هست که یه پیرسکو اجازه نمیده که ما او را ببینیم چون تصویر بکشیم. آه بله، اما قدیمی ترین مکتب کابل که مکتب ابتدایی بود به نام علوم خانه هم به نام خانه مکتب یاد میشه. به نام خانه مکتب یاد میشه. نگه اینمی کوچه ها آنوطور بوده چون دوباره احیا شده و بازسازی شده. یک در خانه هایی که در اینجا هست میشه به تصویر بکشیم برای دوستان. داخل خانه نریم، فقط بیرون ایجا دوستا عزیز بر شما به تصویر بکشیم. شما ببینید چقدر زیبا این کوچه ساخته شده که شما را میبره به یاد کلکینی که شما بالا میبینین ساخت آلس اما به شکل قدیمی. این ما هنرمندای فعلا در پیروزکو داریم که این اینا رو بسار به سادگی احیا میکنه و دوباره جور میکنه و آماده میسازه که رنگ قدیمی شو کونه شو. این کوچه هاییست که نوشته است مکتب متوسطه مرادخانی. بله که دوستا همی هم کوچه هاییش که هر کوچه شما برین همین قسم قسم که آیسه بر ما یادآور شدن پخش هست و همو تاریخ را بر ما و شما نمایان میکنه. آها، این هم کوچه دیگر که به مو شکل و دیزاین هنوز هم باقی است و حکایت های در دل این کوچه هاست دوست عزیز که شما با وارد شدن به این کوچه ها درک میکنین و مشاهده میکنین. این مسجد است که از قدامت بسیار سابقه برخوردار است به نام مسجد شریف بی بی زینب است. واقعی کوچه عمله ها سیست نه؟ بله. این قدامت داره. بیا بابا جان تیر شو بیا. قدامت از چقدر گفتین این چه باشه؟ از بعد به تاسیس هم یه چیز بوده اینی تو دروازه شنا بود. سابقه است. بسیار سابقه است. بسیار سابقه است. بله. واقعا که تاریخ زیادی داره دوستا شما میبینید. او طرف میریم کوچه کشمش فروشی. دیگه این کوچه را کوچه چیز میگفتن. کشمش فروشی میگفتن. کوچه کشمش فروشی دوستا. بله. کارخانه جات فعلا. حال فعلا خب سابقه چیزا نبود، کلش خانه ها بود، مردم ها بود، زندگی میکردن. آله چون خانه ها خالی شده و صاحبشان رفتن یا به یک شکلی خانه ها کرا داده شده بعضی خانه ها را استفاده میکنن. در اون زمان کشمش در اینجا همین کشمش فروشی بوده دیگه زیاد بود دیگه. بله همین بنامه کشمش فروشی. اینی این هم کوچه ارتباط داره. اینجا هم یک تکی خانه است که تکی خانه آجی محسن میگن شه. کوچه های کابل قدیم را شما با می تصویر دوستا میتونین که شناسایی بکنید. دروازه تکی خانه است. بله که یه هم از جمله تکی خانه های قدیم مرادخانی و نام نشاندارش است که تا پایان همه با ارتباط میگیره به چیز به سرک عمومی. فعلا در اینجا یک مدرسه علمی به نام مدرسه محسنی فعالیت میکنه. مدرسه علمی شریعتی است، یعنی در راستای دین اینجا اینا شاگرده تربیه میکنه. آجی صاحب بیشتر موضوعات را شما لطف کردین، یادآور شدین و در موردش توبت کردین. یک مورد که از پیش ما یاد مانه را امی منطقه را چرا به نام مرادخانی میگن؟ آه بله 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 بسیار خوب است. سوال خوب است. این اولین بار که اینجا مرادخان آمده منطقه از جمله
منصوبین نادرشاه افشار بوده. مراد خان خودش منصوبین. خودش مراد خان ها. مثل که اون طرف افشار بود. اون طرف میریم قلعه علی مردان میگن. بله. علی مردان هم یکی از این مردم ها بوده. چون مرد که در این منطقه نام نشاندار بوده و اقوامش همی جا بوده با نام مراد خان یاد شده که حال مراد خان با مراد خانی تبدیل شده. صحیح نه؟ بله. مثل که ما شما داریم کوی اندوکش نه؟ او اندوکش نیست، اندوکش هست. اندوکش هست؟ بله. و سر نامای دیگه در گذشت زمان پس و پیش شده یا کاسی آمده داشت یا ابزودی آمده مثل چندول. چندول چطور میگن چندول؟ چند اول بوده. چند اول بوده؟ بله، از اساکری که چند اول آمده یا رکا خانه را میگن. نه رکا خانه، رکابدارای حکومت چیز بوده، نادر افشار بوده. ولی که رکاب یعنی که سابق قصب بوده، نفرای حملایی که بوده رکاب قایم میگرفته، منصبدارا بالا میشده، اونمو نقطه چیزشان است، زندگیشان بوده، اونجا به نام رکاخانه یاد میشنه. و امثال ازی نام ها وجود داره که ما شما سر از در نقاط مختلف شهر کابل. بله بله بله. قسمی که منطقه پل خشتی است یا هم بله منطقه در پل خشتی، امی مسجد پل خشتی هم قدامت بسیار سابقه داره. در ماحول ازی چارچته بوده. چارچته بود؟ این چارچته به ایمانا که چار را بوده، از سرش پوشیده بوده. سرش پوشیده بود رو میگفتن چارچته. یا ما شما می فواری هوا که فعلا میبینیم نی؟ این به نام فواری هوا نبوده، این به نام نقاره خانه. یعنی از اونجا نقاره میزدن. یعنی این جایی که فعلا شما در چیز به نام فواری هوا میگین، این هم سرش پت بوده، چهار دو بغل به نام نقاره خانه. یاد نقاره یعنی چیزایی که سر و صدا میکرد، که مردم خبر میکرد که سحری است یا شام است یا این طور یک چیزی بوده. دوستان عزیز، حاجی صاحب هم خواستن که در مورد همی شش کباب هم بر ما معلومات بتن. یکی از خوراکهای قدیم کوچه مراد خانی شش کباب. شش کباب بوده که پیشتر ما براتون گفتم که ابراهیم بچه شش کبابی بود. پدر شش کباب پخته میکرد و بچهش پهلوان قهرمان شد. این یک نمونه شد. فعلا این به این شکل که حالا میبینین یک چیز جزوی است. اما سابق بسیار شش کبابی های بسیار زیادی بوده. مردمی آمدن میخوردن میرفتن. تغییرات آمدن. بله. و آمدیم سر زرگری ها. زرگری هم یکی از پیشه های بسیار قدیم در مراد خانی بوده. آجی سب اینجا نشته است؟ حمام قدیمی. قدیمی است. حمام قدیم هم از بله. زمان. حمام هم زمان با نفوسی که بوده اینجا زندگی داشته. منتهایی فعلا در زیر سلطه فیروسکوس اونا اجازه نمیتن کی را. بسته است فعلا؟ بله فعلا. برای اینجا می رفت مردم اون زمان؟ بله ها، این می دروازیش بوده و می رفتن شستشو می کردن. مردم محل بود و یکی از آثار قدیمی شما اینمی قربان شما جیسه؟ با بازار امی امام قدیمی مراد خانی بونی نشته کرد. امام قدیمی این به شکل دوباره احیا شده اما به شکل اولیش. قربان شما که قدم رنجه کردین و قدم به قدم با ما لطف کردین و کوچه ها را رفتین و برای ما و دوستا زنده ساختین. شما در منطقه ما بازم میگم خوش آمدین. قربان شما. قدم های شما سر چشم های ما. ما در خدمت شما هستیم. چاشت میمان ما باشین. عزت باشین شما. راستی میگم. قربان شما. ما یک دولو پیوی اینجا پیدا میشه که شما را عزت کنیم. البته فقیران مردم کابل و افغانستان در عموم یک مردم میمان نواز هستند. بله بله. قربان شما سر. خودم گفتنی در آخر داشته باشین.
والا سخنها هر چی بود گفتیم دیگه. تشکر. شما زنده باشین دوستای عزیز. قسمه که شما در تصویر دیدین و همچنان شنیدین، جناب حاجی صاحب محمود با ما قدم به قدم رفتن و تمام مرادخانی زیبای قدیمی را بر ما به حکایت گرفتن و ای هم حمام قدیمی که در امیجا قرار است بخیر گزارش خود را برای شما به اتمام برسانم. تشکری خاص میکنم که همیشه بیننده برنامه های ما هستین و ما را حمایت میکنین. تا برنامه گزارش بعد که دوباره در خدمت قرار میگیرم، شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم. بخیر اوقات خوش. الله یار و مددگارتان.